بسم الله الرحمن الرحیم. سیدی کنی بنفسی قد اضجعت فی قعر حفرتها وانصرف عنها المشيعون من جيرتها وبكى علي الغريب لطول غربتها وجاد عليها بالدموع المشفق من عشيرتها وناداها من شفير القلب ذو مودتها ورحم المعادي لها بالحياة عند صنعتها ولم يخف على الناظرين إليها فرط فاقتها. سلام خدای ماه من، به نام تو آغاز میکنیم سحر بیستم ماه مبارک رمضان رو. ممنون از اینکه اجازه دادی همچنان تو حال و هوای این ضیافت پر نور نفس تازه کنیم. ممنون از اینکه اجازه دادی پنجره ها یاد بگیرن سحرخیز بشن. ممنون از اینکه این فرصت رو برای هممون فراهم کردی، فرصت زیارت نور، زیارت شوق، زیارت بارو. خدایا یک کاری کن تمام لحظات زندگیم با نور سحر روشن بشه. خدایا یک کاری کن تک تک اعضا و جوارحم، تک تک سلول هام به نور این ماه و به برکت این ماه متبرک بشن. کمکم کن زبانم ذاکر تو باشه و گوشم دریچه ورود حکمت به خونه دل. کمک کن چشمم فقط تو رو ببینه و به جمال تو روشن باشه. کمک کن تا دست و پاهام کارگرهای مسیر و راه تو باشن. دستم بشه دست تو، بشه ید الله. خدایا کمکم کن توی این ماه مهمان خوبی برای تو باشم. سلام بر تو که امید دل همه مایی. سلام بر تو که آرزوی تمام مشتاقان عالمی. خوش آمدید. میگه تو مسجد الحرام بودم، یه شخصی دیدم مشغول نماز. خوب که دقت کردم دیدم زین العابدین صلوات الله علیه. زیر نظر گرفتم حضرت رو. نمازش که تموم شد حضرت کف دستش دوتایی رو به سمت آسمون بلند کرد. نیست ماه همشه اینجوری دیدم که شروع کرد این جملات رو گفتن: آقای من، آقای من، اینا دو تا دست به سوی تو دراز کردم این دست، اما یه چی هست، چون دستم پر گناه، دستم به سوی تو دراز کردم اما پر از گناه، دو تا چشمم رو هم باز به توی تو دارم نگاه میکنم، چشمون پر امید به توست. دم بحبه چی بگیم به خدا امشب؟ یادمون داده زین العابدین سلام،
دستامونو بلند کنیم بگیم خدا آقای من دستام به سوی تو دراز کردم اما پر گناهه، چشمامم به سوی تو دوختم، چشمام به سوی تو دوختم، اما میدونی اون هم چیه؟ اونم پر از رجا و امید، امیدم به توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز و نازنین ایران، سلام سحرخیزا، سلام روزدارا، سلام پدرا، مادرا، پدر بزرگا، مادر بزرگا، برادرا، خواهرا، هر کسی که داره تو این سحر پر نور ماه من رو تماشا میکنه، تو عباداتتون قبول باشه انشالله، انشالله حظتون، بهرتون از شب قدری که گذشت بی بدیل و بی نظیر باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امشب هم همراه شما هستیم و در کنار شما. ماه مبارک رمضان فقط یک دهه ازش باقی مونده. خدا کنه که قدر ثانیه ها و فرصت ها و لحظات باقی موندهش رو بدونیم و از شبهای قدر پیش رو نهایت استفاده رو بکنیم انشاءالله. لحظاتمون منبر و مزین به نام امیرالمؤمنین، همون آقای مهربانی که واسطه زمین و آسمانه، همون آقایی که دلخوشیم به کرمش، به عنایتش، به نگاهش و انشاءالله دست هممون رو بگیره و نگاه پدرانش رو از ما دریغ نکنه. خیلی خوش آمدید، خدا رو شاکریم که 20 شب و 20 سحره که همراه شما هستیم و در کنار شما. خوش به حال اونهایی که اقتدا میکنن و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دستگیری میکنن، گره گشایی میکنن. تمام امیدمون همین کارهای مختصری است که در کنار روزه و عباداتمون انجام میدیم، همین دستگیری ها، همین کمک رسوندن ها. میگفت در یه شب سرد و بارانی امام زین العابدین علیه السلام رو دیدم که انبان گندم و آرد بر دوشش بود. علت رو جویا شدم، آقا فرمودند سفری در پیش دارم که زاد و توشه اون رو به مکان مطمئنی حمل میکنم. عرض کردم آقا اجازه بدید غلامم این کار رو انجام بده. آقا فرمودند نه خیر، نیازی نیست. گفتم این افتخار کاش نصیب من میشد که من کمکتون میکردم. آقا نپذیرفتند، فرمودند من خودم رو بی نیاز نمیبینم از اینکه این بار رو خودم حمل کنم. چند روزی گذشت، حضرت سجاد زین العابدین رو در کوچه بس کوچه های مدینه دیدم. با تعجب پرسیدم آقا از اون سفری که میگفتید هیچ خبری نیست؟ آقای لبخندی زدند و فرمودند اون سفر سفری نبود که تو فکر میکنی، اون سفر سفریه که هممون عازمش هستیم، سفر آخرت، و من دارم خودم رو برای اون سفر مهیا میکنم و زاد و توشش رو حمل میکنم. و وقت حضرت ادامه دادن آمادگی و مهیا شدن برای مرگ، یعنی انجام واجبات الهی و پرهیز از محرمات و دستگیری و کمک به دیگران. این رزمایش مواسات، این همدلی و همراهی مردم عزیز که رهبر معظم انقلاب بسیار تأکید فرمودن روی این نکته، الحمدلله فراگیر شده. همه دست به دست هم دادن که این اتفاق بیفته. خیلی ها اومدن پای کار، خیلی ها لبیک گفتن، خیلی ها بسم الله گفتن، از جمله بنیاد مستضعفان که همیشه مأوا و ملجع محرومان بوده. خدا قوت میگیم به همشون و انشالله ما هم در حد وسع و بضاعت و توانمون در این کار خیر و خدا پسندانه شرکت بکنیم که شبهای قدرمون انشالله با این کمک و دستگیری و گره گشایی شبهای قدر متفاوتی بشه انشالله. مادیات واسه همون زیاد مهم نبود، اکثرا عشق و علاقه و محبت و خدمت به هم نوع برامون زیاد ملاک بود.
در کنار مدافعان سلامت باید به شکست کرونا میرفتیم و وظیفه ذاتی و اجتماعی و اخلاقی هر انسانی بود که میتونه کمک کنه. محسن مقدم هستم، 28 ساله از زمزان شهرستان خرمدره و از پرسنل شرکت کشت صنعت دشت خرمدره، از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان. بنده به عنوان داوطلب جهت ضدعفونی سطح شهر اعلام آمادگی کردم به نمایندگی از شرکت چشم صنعت دشت خرمدره و همکاران. من کارگر ساده واحد کشاورزی بودم و با شیوع کرونا و با توجه به دستگاهی که در اختیارم بود و میتونستم که برم داخل شهر ضدعفونی کنم اقدام کردم. من تو سطح شهر اکثرا جاهایش شلوغ و تردد بیشتر داشت ضدعفونی میکردیم با تراکتورهای بزرگ مخصوص سمپاشی شرکت. درست بچه منم مریض بود ولی خب 70,000 جمعیت شهرستان ماست. شاید از طریق این بیماری خیلی دیگه دوباره بیمار میشدن، مریض میشدن. الان دقیقا شده این صحنه جنگ. بعضی ها هستن که رفتن قایم شدن، بعضی ها هستن که دارن دفاع میکنن، بعضی هم که بی‌تفاوت. خانواده من زیاد تشویقم میکردن، میگفتن که اگه میتونی تو حدت هست، تو توانت هست، حالا از طریق شرکت یا بیرون شرکت تونستی قدمی بردار. تو کشور ما تا جایی که حالا من یادم میاد دیدم، تو زلزله و تو سیل فلان همشون، تا جایی که مردم تونستن کمک به همه رو فراموش نکردن و بودن. و از این به بعدم اگه باز بتونم با هم باشم، کنار هم باشم، یک دست باشم، کرونا رو 100% شکست میدم. ممنونم از همه اونهایی که با پشتکار و با روحیه جهادی، با شهامت، با رشادت، با اقتدار به همه شهدای عزیزمون، همه جهادگرای 8 سال دفاع مقدس اومدم پای کار، اومدم وسط میدون که یک باری رو از دوش مردم عزیز و نازنینمون بردارن. این اتفاق اتفاق بسیار مبارکی است. یکی از رویش های این سال های ماست این روحیه جهادی مردم عزیزمون در هر کجا که هستن، مخصوصا پرستارا، پزشکا، کادر درمان که واقعا سنگ تموم گذاشتن. کمال کم لطفیه اگر تو این سحرهای پرنور یادشون نکنیم و قدردان زحمات و رشادت ها و فداکاری هاشون نباشیم. انشالله خداوند به همشون اجر و خیر عنایت بکنه و انشالله دعای خیر مردم عزیز و نازنینمون بدرقه راهشون باشه. خیلی خوب، سحر 20 رو با هم در حال تجربه ایم در آستانه شهادت مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. انشالله که هممون یه روزی چشممون به صحن و سرای امیر المؤمنین روشن بشه، به اون گنبد و بارگاه، و بشینیم یه دل سیر با حضرت درد دل بکنیم، سبک بشیم، حال دلمون خوب بشه. رابطه ما با حضرت رابطه پدر و فرزندیه. خدا کنه که فرزندای خوبی برای او باشیم انشاءالله. مناجات منظوم حضرت رو با دل و جان بشنویم. إلا الكريم.
فقط باید امیرالمؤمنین باشی، علی ابن ابی طالب، که اینجوری از خدا دل ببری با این فرازهای بی‌نظیر مناجات در مسجد کوفه، که انشاءالله اونسمون با این مناجات ها بیشتر و بیشتر بشه. یه جور سبک و سیاق بندگیه، راه و نشونمون میده وقتی که حضرت ستاره راه ما هستند و اماممون و قراره که هممون اقتدا بکنیم به اون نور بی بدیل و بی نظیر عالم. این شبها مدام در ذهنم زمزمه میکنم و مرور میکنم توصیه یک لطیفی رو که اگر حاجتی دارید، اگر گرفتاری دارید، متوسل بشید به حضرت نرجس خاتون، مادر نازنین امام زمانمون. از او بخواید که از فرزندشون بخواد که یه نگاهی، یه نظری، یه عنایتی، که این مشکل و گرفتاریتون رفع بشه و برطرف بشه. ما حالا تو این شبها به یاد اون بانوی نازنین هستیم که حق مادری به گردن هممون داره و از ایشون میخواییم که به فرزندشون سفارش و توصیه ما رو بکنن، مخصوصا تو شبهای قدری که پیش روست، شب 21، شب 23، و انشالله که همه تون حاجت روا بشید. در این لحظه خاص یاد بکنیم از همه اونهایی که امسال جای خالیشون در بین ما احساس میشه، یاد بکنیم از همه مرزا، همه اونهایی که تو پیامک‌ها، حجم عظیمی از پیامک‌های ما التماس دعای مریض‌ها و بیمارایی که چشم به راه دعای من و شما هستن، حتما براشون دعا بکنیم. صحبت‌های حاجی هاشم نجات رو خواهیم شنید و انشالله همراهتون خواهیم بود. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وبعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آيات الولاية در قرآن کریم فراوان است. کتب متعددی بزرگان نوشتند با همین عنوان، آیات الولایه. قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد، اسلام به جز حب علی پایه ندارد. گفتم بروم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. یکی از آیاتی که در شأن اهل بیت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند نازل شده است، این آیه کریم است، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردند دیگران را بر خودشون مقدم داشتند در حالی که خودشان بدان نیازمند بودند. ابن ابوالحدید معتزلی چند قرن پیش نوشته است که شبی در مسجد نبوی مرد فقیری از جای بلند شد و اظهار نیاز کرد، فقیرم غریبم از من دستگیری کنید. پیغمبر بزرگوار بلند شدند، بیاناتی راجع به غریب فرمودند، چون این مرد گفت من مرد غریبی هستم. حضرت بلند شدند فرمودند این مرد، غریب مسجدی است که در محله‌ای باشد مردم در آن نماز نخوانند، غریب عالمی است که در شهری باشد مردم از علم او استفاده نکنند بهره نبرند، که ما به این دستورات اخلاقی واقعا نیازمندیم. امام حسین علیه السلام وقتی یک قاری به فرزندشون سوره حمد را آموختن، آقا دهان او رو پر جواهر کردن. یه نفر گفت آقا چه خبره؟ فرمودن که کجا عطای من برابری میکند با خدمت و احسانی که او به فرزند من کرده. او فرزند من قرآن را آموخته، سوره حمد را آموخته. غریب قرآنی است که در خانه باشد مردم آن را نخوانند. ماه رمضان که تموم میشه دوباره قرآن ها میره توی تاقچه ها، دیگه سراغش نمیریم تا سال بعد. قرآن که در روایت داریم قیامت از انسان شکایت میکنه. بعد فرمودن کیست از این مرد غریب پذیرایی کند، من بهشت رو برای او تضمین کنم. آقا و مولای ما سید المظلومین امیر المؤمنین اسدالله الغالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلین از جا برخواستند، یا رسول الله من از او پذیرایی میکنم. مرد غریب رو آوردن منزل. قصه رو به صدیقه کبرا سلام الله علیها فرمودن. فرمودن زهرا جان، من کاسه غذا رو میذارم سر سفره. بیبی فرمودن من به اندازه یه نفر غذا دارم برای شما نگه داشتم. فرمودن کاسه رو میذاریم سر سفره، نور چراغ رو هم پایین میکشم، شما هم در برف روختن نور چراغ تعلل کن، چون اگر من غذا بخورم مهمان سیر نمیشه، اگر غذا نخورم مهمان خجالت میکشه، میگه رفتم غذای علی را خوردم.
ابن ابوالحدید معتزلی می نویسد امیر المؤمنین علیه السلام در شعاع نور کم چراغ دستشو داخل کاسه می کرد و خالی بیرون می آورد و به دهان می گذاشت و آرواره ها رو هم بالا و پایین می کردن. ای مرد، من هم دارم غذا می خورم که او غذا بخوره سیر بشه و خجالت هم نکشه. وقتی که غذا را میل کرد چراغ رو برافروختن، دیدن به برکت دست ید اللهی امیر المومنین غذا در کاسه فراوان است. فردا صبح وقتی که آمد محضر مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر یک نگاهی به جمال علی کرد، گفت یا علی دیشب چه کردی؟ چه تو یا رسول الله؟ فرمودن جبرئیل آمد و این آیه رو برای تو آورده، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردن دیگران را بر خودشون مقدم داشتن در حالی که خودشون گرسنه بودن و نیاز به اون غذا داشتن. از علی آموز اخلاص عمل. تأسی کنیم با آقا امیرالمومنین علیه السلام. حالا نمیگیم ما لقمه دهان خودمون رو تو دهان دیگران بگذاریم، اما در این ایام باقی مونده، در این لیالی عزیز، در این ایام عزیز، سعی کنیم به دیگران احسان کنیم، به دیگران محبت کنیم. یک افطاری به بچه یتیم در این لیالی قدر هزار برابر ثواب دارد. لذا در این شبها خیلی باید تلاش کنیم. شب کار کردنه. شما یه دونه افطاری در غیر لیالی قدر، یه دونه افطاریه، یه دست لباس تن بچه یتیمی بکنید، یه دست لباسه. اما لیله قدر که می شود هزار برابر. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردن دیگران را بر خودشون مقدم داشتن در حالی که خودشون به اون قضا نیاز داشتن. از اعمالی که خیلی مهم است، اعمال خیرتون رو فرمودن به نیت امام زمانتون انجام بدید، به نیابت امام زمان علیه السلام. ببینید بعد چقدر مولای ما صاحب الزمان علیه السلام مسرور می شدن. نیت کنیم در این شبهای عزیز به نیابت امام زمان علیه السلام احسان کنید، اطعام کنید، به ارحام برسید، به فقرا برسید. بعد ببینید شما هدیه‌ای به امام زمانتون بدید، حضرت در شأن خودش که کریم من اولاد الکرام چگونه با شما رفتار خواهد کرد. خدایا به حق امام زمان علیه السلام بر امر فرج مولای ما تعجیل بفرما، ما را از دعاگویان فرج حضرتش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت
المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان محمد وآله باز هم سلام میکنم به همه عزیزای دلم، سحرخیزا، روزدارا، سحر بیستم ماه مبارک رمضان رو داریم با هم تجربه میکنیم، انشالله حظ و بهرمون خیلی وافر باشه از این سحرهای پر نور. خدا کنه که قدر بدونیم این فرصت باقی مانده ماه مبارک رمضان رو و انشالله به مدد امیرالمؤمنین برسیم به اونجایی که باید برسیم و سهممونه و حقمونه و اونجایی که قرار هست که جایگاه واقعیمون باشه. من تشکر ویژه مخصوص میکنم از مهدی جان جعفری برای بچه های گروه مأوا که با کارهای قشنگشون حال دلمون رو بهتر میکنن توی سحرها. انشاءالله خداوند به همشون اجر بده، صمیمانه از همشون سپاسگزارم. اما روایت شهدای عزیزمون، همون هایی که رفتند و راه و نشونمون دادند و ستاره های راهمون شدند. امشب یکی از فرماندهان گردان تخریب لشکر 17 علی ابن ابی طالب از استان قم، لشکر شهید زین الدین، مهمان استدیو ماه من هستند. جناب حاجی کاجی عزیز که خدمتشون خوش آمد میگم و خیر مقدم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید. سلامت باشید خدمت شما و همه
بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. علیکم السلام. انشالله که توات عبادت همه قبول در درگاه حق باشه. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. و خوشحالتر این که قرار یکی از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت برامون روایت بکنه قصه شهدا رو. از قم چه خبر؟ قم سلامتی. خبر این که 11 سالگرد آیت الله بهجت رحمت الله علیه هست. بله، اون عارف کامل و عارف واسط که انشالله خداوند رحمتشون بکنه، مرد بی‌نظیری بودن در دوران ما دیگه. حالا ما سهممون کم بود از درک حضور ایشون. سالگردشون هم به نظرم امسال به صورت مجازی برگزار میشه. حالا دوستانی که میتونن ارتباط برقرار بکنن و سهیم باشن و شریک باشن و در مراسم سالگرد 11 سالگرد ارتحالشون هست. حضرت آیت الله بهجت به نظرم با شهدا، با رزمنده ها ارتباط عجیبی داشتن. یه خورده از خاطرات اون وقت بشنویم و این به نظرم حسن مطلع خوبی خواهد بود. بله، آیت الله بهجت اون چیزی که فهم ما هست مثبت خدا شد، عزیز خدا شد، عارف بالله شد. همه زندگی سراسر خدای بود و طبیعتاً شهدا هم مثبت خدا شدن و عزیز شدن. حالا به مناسبت سالگرد آیت الله بهجت تو رسانه‌ها کمتر دمای شریعتی از آیت الله بهجت و ارتباطشون با شهدا بگن. این فضای هستش که تو این سحری یادشون کنیم. انشالله تو خدا خیرتون بده. انشالله خیلی خوب. یکی از شهدایی که آیت الله بهجت خیلی دوستش داره، عاشقشه، بهش علاقه خاصی داره، من رفته بودم کوچه آیت الله بهجت، همسایه آیت الله بهجت یه خانواده شهید بودن، دیدم یه پدر شهید، ازشون سوال کردم آقا ببخشید منزل شهید میر جعفری، ببخشید آیت الله بهجت اصلا خونه شما اومدن در خصوص شهیدتون هم حرفی زدن؟ من نشنیدم تو رسانه اونور اینور آیت الله بهجت از شهید و شهادت حرف بزن. گفت بله بله. گفت آخرین باری که اومدن من از کربلا اومده بودم، اومدن زیارت ما. ایشون شهید میر جعفری هستن. این شهید میر جعفری هستن. رحمت الله. یاد کنیم من امشب به مناسبت رحلت آیت الله بهجت و به یاد حماس آفرینان ارتش میخوام از ارتشیا خاطره بگم. به به. شهید میر جعفری سرباز وظیفه ارتشه. موقع شب اصلا روز تولد امام حسن به دنیا اومده، روز شهادت امام حسن هم از دنیا رفته. چه جاله. بعد شب شهادتش گفتم سرباز وسو درجه رو میکنه، یکی بهش میگه چرا این کار میکنی؟ این کار خوبی نیست. یه لبخندی میزنه میگه من فردا از دست جدم رسول الله درجه بالاتری میگیرم. به به به. بعد من خونه اینها بودم، به حاجا گفتم ببخشید آیت الله بهجت همسایه شما خونه شما اومد در خصوص شهید حرفی زد. گفت آخرین بار که از کربلا اومدن، اومدن دیدنی ما، از درک اومدن دیده بوسی کردیم، زیارت قبولی گفتن، رفتن پای تاخچه وایسادن، نگاه به عکس شهید کردن و با یه حسرتی میگفتن این شهدا مقامی دارن، حیف که مردم نمیدونن مقام شهدا رو. حیف که نمیدونن. حیف که مردم نمیدونن مقام شهدا و عظمت شهدا. نشست و صحبت کردیم و من تربت کربلا آورده بودم به شهده کم، باز بلند شد بره، دلش نایمد بره، برگشت رفت پای عکس شهید وایساد. این تیکه که میگم این خانواده عالمن، روحانین، پدر و فرزند جفتشون سادات بزرگوار. پسرش برا من میگفت آیت الله بهجت چون اومده، دوربینو گرفتم به صورتش، گفتم این صحنه رو ضبط کنم. پای عکس وایساده بود، یه حرف عجیبی زد، اولین بار تو صدا سیما دارم میگم، گفت که من صبحا حرم میرم زیارت. من گفت رو کرد به ما، گفت صبحا دارم میرم حرم زیارت، نیت کردم به جای محمد حسن زیارت کنم. چه خوب. بعد رفتم به سمت زری، دست به مشبک های زری بگیرم، برگشتم دم محمد حسن وایساده. این تیکه که میگه داره فیلم برداری میشه، بچه کوچیک داداش شهید تو بغلش داره گریه میکنه، صحبت‌های حاج آقا لبخانی میشه، یعنی خیلی واضح نیست. بهش گفتم به پدر شهید گفتم ببخشید این خاطر سنگینیه، شاید نشه همه جا بگی، یه خاطره دیگه از عظمت این شهید بگو. گفت ایشون با شهیدای هویزه
با علم الهدا به شهادت رسیده. جنازش که سال 59 آوردن نزدیک حرم، علما کجا دفنن؟ شیخان. بله بله, بله. اونجا شهیدا رو دفن کردن. یه 300 400 تا شهید که دفن کردن دیگه جا نبود. اونجا نشد رفتن جای دیگه. خب 28 سال بعد میگفت همسرم یه روز من گفت شوهرم من اگه از دنیا رفتم منو اگه شد شیخان دفن کنید. میگفت همسرم هم از دنیا رفت و ما هم رفتیم اوقاف گفتیم که همچنین گفتن حاجه ببخشید 27 سال جا نیست اگر جا بود که شهدا رو دفن میکردیم. دید من پدر شهیدم محاسنم سفیده، داغ همسرم هم که دیدم. به معاونش گفت میشه اینو ببریش تا شیخون اونجایی دور بزن. میگفت من آوردن اونجا، خادم اون شیخون به من گفت که چرا پیر مرد آوردید اینجا؟ این مؤسسه سفید تو این گرما برای چی آوردید؟ چون ما شهید جا خالی نداریم، تب ندارم. خودتون میدونید هر روز اینجا دم حرم خیلی بزرگان، علما، افراد معروف میان اینجا، جا نیست که پیر مرد رو برداشته بودید. میگفت یه اشاره کرد، گفت حالا یه دور بزن. میگفت شروع کردن به دور زدن. منم کنار قبر میرزای قمی وایساده بودم، گفتم پسرم هوا گرمه، اگر جا نیست من تا اینجا وصیت عمل کردم، میریم مادر تو تو گلزار شهدای علی بن جعفر قم کنار مادر شهدای دیگه دفن میکنیم. من وصیت عمل کردم. میگه یه دفعه خادم با هیجان اومد گفت که حاج آقا اینجا خوبه بچت دفن بشه؟ چی تو من اینجا ندیدم قبر خالی؟ من این همه هر روز دارم وجب وجب میشم. میگفت ما هم رفتیم رنگ ما پرید. گفت من اینجا جا خالی پیدا نمیکردم تا حالا، شما چه رنگ پرید؟ گفتم منم یه 2000 بار بیشتر اومدم. این قبر پسر منه، ببینید این قبر شهیده، مماس با قبر این شهید اینجا. مادر رو دفن کردن. نکته شریعت جالبش اینه، میگه آیت الله بهجت برای عرض تسلیت اومد، همسرم از دنیا رفت، همسایه بود. بله. نشست یه صحبت کرد، گفت جای خوبی همسرتون دفن شد؟ نه. گفتیم نه، کجا میدونه؟ گفت اون قبری که همسر توش دفن شده بود توسط شهیدتون تصرف شده بود، اون زمین تصرف شده بود، به چشم هیچ کس نیامد تا همسرتون از دنیا رفت و این زمین خودشو نشون داد و شما هم قبرت اونجا میشه و ما حاج آقا رو بردیم همونجا دفنش کردیم. الله اکبر. وقتی اینو شنیدم گریم گرفت. گفتم شهدا، همون که آیت الله بهجت گفت ما مقام شهدانو، شهدا شما که میتونید زمین رو تصرف کنید، خب دل ما رو هم تصرف کنید برای امام زمان، دل ما رو تصرف کنید برای اهل بیت. لذا اینها رو وقتی که ما داریم نگاه میکنیم تو این فضای معنوی، ما هنوز آقای کاجی شهدامون رو نشناختیم متاسفانه. یعنی یه خود کمکاری ما هاست، یه بخشش هم برمیگرده به دنیا زدگی ما و یک بخشش هم شاید روایت راویانمون که اونگونه که باید و شاید این نکته ها رو به ما نگفتن. آیت الله بهجت که عارف بلاس میاد عاشق این شهید میشه، عاشق شهدا میشه، میدونه چه خبره، اون میفهمه، اون چشم ملکوتی داره. و اجازه بدید تو این فرصت استفاده کنم باز بگم اصلا ماه خدا همه داریم عبادت میکنیم که به خدا نزدیک بشیم، مثبت خدا بشیم. من بچه تخریب لشکر 17 هستم. بیشتر بچه های ما تو تخریبمون، تو اطلاعاتمون زیر 17 18 سال بودن، شاید اموانه ها گذشتن. اینا مثبت خدا شده. بعضی ها من سوال میکنم میشه از اروند وحشی گذشت؟ همه نظامی های دنیا میگفتن نمیشه، چطور بچه 15-16 ساله شما از اروند گذشتن؟ گفتم یه فرمولی داره. بچه ها مثبت خدا شدن. چجور مثبت خدا شدن؟ اگه میخوایم به خیمه امام زمان برسیم مثبت خدا بشیم، این هستش که ما لب اروند 6 ماه قبل از عملیات رفته بودیم. آی شریعتی، هزاران هزار نخل و هزاران تن خرما ریخته بود، سالها روش میکرد میریختیم، رسیم اونجا خط از ارتش تحویل گرفتیم، یکی از بچه ها دست به خرما نزد، مال مردمه. استفتا کردن برای امام که امام قربونت بشن، ما اومدیم لب اروند یه شرایط، اومدیم تو جبهه یه شرایط اینطور است، میتونیم چند تا دونه خرما برداریم یا نه؟ حالا فرماندهان ما رفتن خبر آوردن، یا از آیت الله جمی بود یا از کس دیگه آوردن، گفتن اشکال نداره. تا خبر اومد اسماعیل حیدری یه دفعه به من گفت که عارف بود برای خودش، یه دفعه گفت حسین پاشو بریم خرما جمع کن. یه سطل بزرگی برداشت قرمز رنگ، نگاه بکن چه عشقی. رفتیم زیر نخل واشتم، گفتم بریم از بالا خرما، گفت نه نه از پایین، از پایین، پایین خرما که ریخته رو زمین، رو زمین. همینطور که داشتیم خرما برمیشه میگفت خرمای حلال، خرمای حلالی که بچه‌ها صداش شنید شوخی داشت. اومد
با سنگ زد تو این شاخه های نخلی، یه سری خرما رو خوردن، بلند شد راه افتاد. گفتم اسماعیل بشین، انگه خشک مقدس بازی در نیار. هنوز صداش تو گوشم هست. برگشت با صدای بزرگ گفت حسین اگه من خرمای شبهناک بخورم از اروند نمیتونم بگذرم، من از موانع نمیتونم بگذرم. اینا اینطوری بودن. همون نکته که حضرت آقا هم خیلی تاکید میکردن که رحمت و رضوان خدا بر شهدایی که به ما یاد دادن تو از سیم خاردار نفست عبور نکنی، نمیتونی از سیم خاردارای دشمن عبور بکنی. وقت بهش یه روز نشسته بودیم دوتایی، من تو سالهای همرزمه با این ندیدم نماز شبش قضا بشه، ندیدم تو توسلش باید فرصت بشه. یه روز دوتایی نشسته بودیم گفتم اسماعیل جان تو تا آخر دیدم تو، من ندیدم حتی مکروهات رو رعایت میکنی، به من بگو چه شهید میشی. یه نگاهی تو چشمای من کرد گفت حسین اگه من شهید بشم بیچاره میشی. من آخرین عملیات جمهوری اسلامی جنگمو کردم، کارم تموم شده، شهید میشم. آخرین عملیات؟ آخرین عملیات شهید شده. یعنی اگه مثبت خدا بشی تو این عالم اتفاقاتی که میبینی میفهمی کجا شهید میشی، که شهید میشی، چجور شهید میشی، جاتو نشونت میدن. و همینجا یاد کنیم از شهید حسین دخانچی. آقای شریعتی حساب کردم یک بار، دیدم 152,000 ساعت درد کشید. عملیات بدر قطع نخا شد، فقط چشمها کار میشد. 152,000 ساعت درد کشید. اون لحظه های آخر 152,000 ساعت؟ آره. شما حساب کن یه آمپول به کسی بزنن به ثانیه نمیرسه ها. ببینید چندین سال روی تخت افتاده داره درد میکشه تو اون حالم. همسرش خیلی بیقرار بود، خیلی گریه میکرد اون لحظات آخر. با اون صدای بیرمق خودش به همسرش گفت نگران نباش، جای منو تو بهش بهم نشون دادم. مثل اصحاب سید الشهدا. اینه. خیلی خوب. شاید سر اتفاق شهادت حاج قاسم مصاحبه‌ای که ایشون کرده بود و نکاتی که گفته بود از شهید یوسف الهی، حضرت آقا هم باز اونجا تأکید میکردن که بعضی از این شهدا راه چند ده ساله یک عارف رو یک شب طی کردن و این چه اتفاقی افتاده و چه چیزایی به تعبیر شما به اینها نشون دادن که اینا اینقدر ثابت قدم بودن، اینقدر استقامت کردن، اینقدر دلبری کردن از خدا. به نظرم نکتش همین هاست و خودسازی اینها توی این مسیر. حالا که اسم حاج قاسم رو بردیم، من بگم حق ادا کنم، علمدار لشکر ابن ابی طالب شهید مهدی زین‌الدین رحمت الله علیه، حاج قاسم سلیمانی نکته‌ای در خصوص شهید مهدی زین‌الدین داره، میگه استاد اخلاقه. استاد اخلاقه. استاد اخلاقه. من آخرین باری که پیش حاج قاسم سلیمانی بودم تو ظرف نیم ساعت 40 دقیقه دو بار، یک بار ایشون خاطره گفت گریه کرد و یک بار من براش خاطره گفتم گریه کرد. شهید زین‌الدینی که شما در هیبت یک فرمانده لشکر میبینیدش، ما شهید زین‌الدین رو دیدیم، با تمام وجود لمس کردیم که یک عارف بود، یک عاشق بود. آقای شریعتی 28 تا شهر الان 5 تا استان زنجان و قزوین و سمنان و قم و استان مرکزی، 28 شهر نیروهاش جمع شدن تو یک مجموعه، فرماندهش یه فرمانده 22 سال است، مهدی زین‌الدین، جوری هدایت میکرد که وقت قبل از شهادتش خیلی از آن دارن 80% بچه ها لشکرش نماز شب میخوندن. و مهدی ما جوری زندگی کرد که الان میری قزوین میگن مهدی زین‌الدین برا ماست، قومی ها میگن برا ماست، زنجانی ها برا ماست، سمنانی ها میگن برا ماست، ایران میگه برا ماست. و جال بالاتر براتون بگم، تو لبنان بودم، بچهای حزب الله لبنان گفتن زین‌الدین برا ماست. گفتیم چرا؟ گفتن نسل ایشون زین‌الدین بن علی ملقب به شهید ثانی جد شهید زین‌الدینه. گفتن زین‌الدین برا ماست، خیلی چیز نکنید. چرا یه جوون 22 ساله میاد یه لشکری رو با این عظمت 11,000 نیرو تو خیبر داره؟ چجوری میتونه وایس اینها رو هدایت کنه؟ شهید زین‌الدین یه فرمول داشت، فرمول زندگی و بندگیش که خیلی صحبت شده تو این برنامه شما هم صحبت شده، اینه که زین‌الدین به ما یاد داد کارهای نشد رو اگه خواستید شد بکنید، اگه خواستید پرچم
بچه شیعه رو به بالاترین قلل عالم تو موفقیت بزنید با فرمول توکل و توسل که مثبت خدا شدن. توکل و توسل. مهدی زین‌الدین تو میون لشکرش میشست مانند چی بگم ابر بهار زار میزد گریه میکرد. دوشادوش بچه ها زندگی کرد، دوشادوش بچه ها راه رفت. تا شهید نباشی شهیدت نمی کنن. همون کلام حاج قاسم و اینا تو زندگیشون، تو دوران جوانیشون از خیلی چیزا گذشتن و به این درجه نائل شدن. به سادگی هم نمیشه به اینجا رسید. خیفم میاد از ذهنتون مطلب. وقتی که همه حرفم با بیننده های عزیز تو این سحر اینه، اگه میخواییم به جایی برسیم، اگه میخواییم چشمی داشته باشیم افق تمدن اسلام ببینیم، باید مثبت خدا بشیم. یه جایی یه اتفاق تو جنگ افتاد، یه کانالی بود قبل عملیات محرم، همه اومدن گفتن این کانال موانه است، ما چجور نیرو رو 7-8 کیلومتر بیاریم بریزیم تو این کانال، بیام بیرون سر صدا دشمن میفهمه. همه همطور نگران بودن، به هر حال یه موانه است این کانال ضد تانک دشمن کنده. امتداد همون کانال حنظله و کومل میشه. بله. شهید زین‌الدین رفتن یه نگاهی کردن، یه دفعه گفتن این چه تهدید نیست، این خیلی فرصته، بچه ها خستن 10 کیلومتر کمتر میاریمشون اینجا زیر پای دشمن استراحت کنن برن. آی شریعتی ما چون بچه ها بودیم که رفتیم تو کانال یه شب زودتر موندیم، یه شب زودتر خوابیدیم، تدابیر همه چیزم برای سر جاش. من دشمن پیش خودش محاسبه میکرد اگر این 10-12 کیلومتر ایرانیا بخوام بیان مثلا 3-4 ساعت طول میشه، هوا تاریک بشه، کمتر موقعش مثلا باید ساعت 12 شب مثلا یکی نصف شب بزنن، نزدیک از آن صبح برسن به ما بزنن. ما وقتی که رفتیم نیروها رو با زیر پیراهنی و اینها بچه‌ها اسیر کردن. یعنی اصلا دشمن گفت اینا چه جوری این مسیر اومدن، چطور ممکنه؟ یعنی وقتی که شما مثبت خدا شدی، خدا برکت به موانع از سر راهت یکی یکی برمی‌داره. تو سیر و سلوک هم همین جوریه دیگه. یعنی واقعا وقتی برای خدا شدی و تمام عزمت این شد که رضایت خدا رو به دست بیاری و فقط به خاطر او حرکت بکنی، به نظرم همین اتفاق بر ما هم خواهد افتاد. خیلی خوب حاجی کاجی، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ان شاءالله اگر قوم مشرف شدید و شما از قوم اومدید دیگه، امشب برمیگردید انشالله چشمتون به گنبد حضرت کریمه اهل بیت افتاد، حتما سلام ما رو هم ابلاغ بکنید و همه دوستان عزیزمون رو که امشب پای صحبت‌های شما نشستند و از شهدا شنیدند. نکته باقی مونده بزرگوارتون خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، فرازهایی از صحیفه نورانی سجادیه رو دوستان عزیزمون آماده کردن، به اتفاق بشنویم و انشالله برمیگردیم. بعد همراه شما در ادامه سحر بیستم ماه من خواهیم بود. بفرمایید. متشکرم از اتون، سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتى به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعى وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على
وبه سلطانك وجهته فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصر فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد بغت لما نزل بي يا رب برا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. کل عینن باکیتون یوم القیامه. امام صادق علیه السلام فرمود در روز قیامت همه چشم ها گریانه. الا عینن قزت عن محارم الله، مگر چشمی که از محرمات الهی چشم پوشی کنه. و عینن سهرت فی طاعت الله، چشمی که بیدار باشه و شب رو درک بکنه. و عینن بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، چشمی که تو دل شب از ترس خدا گریان باشه. آیت الله حق‌شناس خدا رحمتشون کنه می‌فرمودن یکی از رفقا رسیده بود خدمت آمیر جواد آقای ملکی تبریزی، این عارف کامل و عارف واسه صاحب کتاب شریف المراقبات، عرض کرده بود آقا یه توصیه‌ای بکنید. آمیر جواد آقا فرموده بودن که یه رو 20 دقیقه قبل اذان صبح از خواب بیدار شو، با خدای خلوتی داشته باشی، خود اشک بریز. عرض کرده بود آمیرزا خداییش معلوم نیست با این یه رو 20 دقیقه قبل اذان صبح بتونم آتیشایی که در طول روز روشن کردم رو خاموش بکنم. کار من از این حرفا گذشته. امشب به خدا عرض میکنیم خدایا در آستانه شب قدری که میشه روی ماست، تو این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، خودت آتیش اعمالمون رو خاموش کن و سردشون کن و سلامتشون کن. سحر بیستم ماه من و مناجات منظوم امیرالمؤمنین صلوات الله. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع، هنالك ينفع.
لنگر حلم توی کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم؟ سحر بیستم ماه من رو داریم تجربه میکنیم. خدایا به چشم گریه، به دل انکسار و به تمام اعضا و جوارحمون بندگی عنایت کن. حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که سحرم خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی روزداران بزرگوار دارم و تمام کسانی که در شبکه‌های مختلف صدا و سیما دارن خدمت میکنن در این سحرها به عزیزان ما و روزداران در هر شبکه‌ای که هستن به همه خدا قوت عرض میکنم و از همه التماس دعا دارم. سلام، ما هم خوشحالیم محضر شما. خدا حفظتون کنه. نکته خوبی را جای اشاره فرمودن امسال که این مساجد و هیئات و تکایا به خاطر این بیماری مقداری کم رنگ‌تر شده و مردم به نوعی محروم هستند. بار تلویزیون خیلی سنگینه و همینطور رادیو. دوستانمون از همینجا به همشون خدا قوت میگیم، ان شاء الله خداوند به همشون اجر بده. ما هم حالا یک گوشه از این کار رو گرفتیم و چشم به راه دعای خیر مردم عزیز و نازنینمون هستیم. امشب قرار چی بشنویم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بحث قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو ادامه میدیم و با یه تیتر اصلی که حالا جلوتر ان شاء الله عرض می‌کنم در همین رابطه. ان شاء الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر عزیزانمون عرض کردیم که واقعا قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار عجیبه. واقعیتش اینه که کلن عبد الهی، بنده مخلص خدا در دنیا غریب هست، چون دیگران نمیتونن او رو درک کنن، دیگران او رو نمیفهمندش، اصلا او در چه افقی سیر میکنه رو نمیبینن، همینجوری غریبه. اگر هیچ ظلمی به اون نشه او غریبه، ولی درد اونجاست که کسی که از عرش الهی خداوند منت بر بندگان گذاشته و اونها رو فرستاده به این دنیا تشریف آوردن برای اینکه دست دیگران رو بگیرند و به زحمت انداختن خودشون رو، بعد به اونها ظلم‌های عجیب غریب بشه که به آدمای عادی هم نشد. واقعا این مباحث گفتنش خیلی برای من تلخه و حضرت عالی یادتونه در سمت خدا ما شاید در 15 جلسه این مباحث رو بخشیشو عرض کردیم. بله فرمودید. خیلی خلاصه سخت به ما گذشت، ولی از امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتن و از قربت او نگفتن جفاست. لذا این یکی دو شبی که در این موضوع صحبت میکنیم خیلی سخت به من میگذره و از بینندگانمونم عذرخواهی میکنم، نمیخوام اوقاتشون رو. البته این شبها شبهای رهایی امیرالمومنین در واقع که به نور پیوند میخوره و راحت میشه از این دنیا، ولی برای ما خیلی سخته. همینطور. و این نکاتی که شما میفرمایید همینطوره. چیزهای عجیبی تاریخ ذکر کرده. مثلا من نگاه میکنم میبینم یه روزی یه نفر از افراد برجسته که در بعضی جنگ ها مقابل امیرالمومنین قرار گرفت نشسته بود، در حضور او به امیرالمومنین صلوات الله علیه و عمار فحاشی کردن. خیلی این تلخی روایت مورد قبول و اعتباره، نه فقط ما شیعه ها.
ایشون گفتش که حالا با علی کار ندارم ولی به عمار فحاشی نکنید که او مثلا صحابی با اخلاص پیغمبره. شما ببینید چه اتفاقی، یعنی من دنبال اینم در این دیشب و امشب بینندگان عزیز ما به این فکر کنن که چه شد که با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه جنگ صورت گرفت یا جسارت شد، چه اتفاقی افتاده، چه روندی بوده. کما اینکه همون فرد به عمار یه روز گفت دین تو باختی به خاطر دفاع از علی. شما نگاه کنید، یعنی به جای اینکه از یه نفر تشکر کنن میگن رفوزه شدی. بله، کسی که اتفاقا هم به نص رسول خدا هم به حقیقت اتفاقا رستگار شده در تبعیت از امیرالمومنین، دقیقا برچسب بزنن. کاری کرده بودن که کسی نتونه از امیرالمومنین صلوات الله علیه سخن بگه از بی‌آبرویی بترسه. خیلی این تلخه، خیلی گفتنش سخت، خدا میدونه. و اگر نبودن اون عده معدودی که اونها خب تقیه درباره تو این شرایط که جان در خطر مجازه، وقتی یه نفر رو میکشن، سر میبرن، زبان میبرن، دست و پاشو قطع میکنن، خب میتونه خود امیرالمومنین هم فرمود من رو شما رو درباره من مبتلا میکنن، به من فحاشی کنید، سب کنید، بکنید. خب سخت بود. بله. ولی بعضی ها که جلوتر از این حرفا بودن، اینها حاضر شدن تکه تکه بشن ولی کلماتی بیان بشه. در رأس همشون هم اهل بیتن که ما یکی دو شب به این پرداختیم. و اگر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از این مباحث نمی گفتن، اصلا از امیرالمومنین چیزی ما امروز نمی دونستیم. کما اینکه مثلا شما این عبارت رو ببینید، واقعا بعضی وقتا اینها از روزه تلختره. یه نفر اومد پیش ابن عباس که از شاگردان امیرالمومنینه و قبلا یادتون باشه عرض کردیم در اون برنامه‌های ظهر که اصلا او رو یه جورایی بهش بها دادن و اجازه دادن مطرح بشه که مرجعیت علمی اهل بیت کم رنگ بشه. خدا خیرتون بده. یه نفر اومد از ابن عباس سوال کرد که چرا علی در جمل جنگی در صفین این کار کرد، در اونجا این کار کرد. گفت هست، امیرالمومنین هست، ببینیم خودش بپرسیم. تو منو با سوادتر عالمتر میدونی یا علی رو؟ که اگر علی رو علم میدونستم که از اون میپرسیدم. الله اکبر. یعنی فکر کنیم به این که چگونه میشه حقیقت رو اینقدر قلب کرد، دگرگون کرد، زیر و رو کرد که استاد کل رو نسبت به یک شاگرد جز جوری معرفی کنیم. 100 سال که نگذشت بود، هنوز امیرالمومنین زنده بود صلوات الله علیه، بین مردم بود. کاری کنیم که حالا یه شهر دیگه میگفتن که امیرالمومنین نماز نمیخونه شامیا، این خود شهر کوفه است، میبینه امیرالمومنین چه بلایی سر این جامعه اومده، خطبه میخونه حضرت. ببینید چه بلایی باید سر جامعه و شخصیت امیرالمومنین بیاد که اون خطبه ها رو بشنون و بعد بگه ابن عباس عالم تره. یعنی احدی از دشمنترین دشمن امیرالمومنین هم چه حرفی نزده. و این بنده خدا معلوم هم نیست که یه وقت میبینید که تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته بود. لذا مثلا ما از اصحاب پیغمبر میبینیم که گفتن این روایت معتبر باز نزد غیر شیعه هم، که مناقبی داره امیرالمومنین صلوات الله علیه که یه دونه از اینا رو اگر به همه مردم عالم بدیم برای همه زیاد میاد. یعنی اینجوری نیست که فضائل او با دیگران قابل قیاس باشه. این یه قدر اندکی از قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه تا یه پرده دیگری از قربت حضرت رو بخوایم بیان کنیم. اون پرده دیگه اینه که حضرت مجبور شد خودش هم راجع به خودش سخن بگه که خیلی براش تلخ بود. ببینید قرآن کریم آیه‌ای داره در سوره مبارکه صف آیه 5، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، موسی سلام الله علیه به قومش فرمود که ای قوم من، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم، چرا انقدر من اذیت میکنید با این که به من ظلم میکنید با این که میدونید من پیغمبرم؟ ای نمیدونستید که، خب حالا نمیدونستید شما که میدونید چرا آزار میدید؟ بعد خدا میفرماد که فلم ما زاغو از آغا الله قلوبهم، که وقتی اینا دلهاشون منحرف گشت خدا هم رحمتشو از اینا دور کرد و این دلها همینجور انحرافشون تثبیت شد. والله لا یهدی القوم الفاسقین. آیه دیگه ای داریم این اذیته رو به ما میگه چی بوده. شما ببینید چقدر قرآن عجیب معارف و بیان کرده برای ما. پس یه پیغمبری موسی علی نبی یا نابه آله و علیه السلام، کسانی که به او ایمان آوردن اذیتش میکنن،
یعنی کسایی که میشناسندش اذیتش میدونن پیامبره، کسایی که شخصیتشو میشناسن میدونن. در سوره مبارکه احزاب آیه 69-70 اینطوریه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، چقدر خدا آشکار و واضح به ما گفته، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، مثل کسانی که موسی سلام الله علیه اذیت کردن نباشید، فبرأه الله مما قالوا، که خداوند او رو تبرئه کرد. یعنی اذیت حضرت موسی چی بود؟ بهتانهایی میزدن که خداوند او رو تبرئه کرد از این بهتانها. یعنی این که آی کسانی که ایمان آوردید، چرا سخنی میگید راجع به پیغمبرتون، راجع به کسی که او رو میشناسید؟ همین اتفاق در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله افتاد. عناد و لجاجت و دشمنیه دیگه در واقع. بله دیگه، در واقع نفاقه. نفاقه. و این تلخی این نفاقه که چه میکنه با قلب ولی خدا. خدا. بله. لذا یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین مناشدات حضرته. ببینید حضرت بارها و بارها مردم رو جمع کرده، فرموده که آی مردم، شما رو قسم میدم اینو درباره من از پیغمبر شنیدید یا نشنیدید. مثلا یکیش قدیره که نزد شیعه و سنی متواتره که امیرالمومنین همه رو در منطقه رهبه کوفه جمع کرد، فرمود که چند نفر از اصحاب پیغمبر اینجا هستن که شنیدن من کنت مولا و فعلیون مولا؟ یه عده بلند شدن. بعد از اصحاب میبینید، خب چرا اینا رو امیرالمومنین فردای شهادت پیغمبر نفرمود؟ خب دیگه تو مدینه همه بودند و قرار نبود که به آنچه میدانند عمل کنند، ولی در کوفه که عده‌ای صحابه نبودن، عده‌ای صحابه بودن، حضرت می‌خواست اینا بفهمند و اونا هم اقرار کنند. بارها و بارها حضرت امیر صلوات الله علیه فضائلشون رو به عنوان مناشدات فرمودن، یعنی قسم دادن مردم رو، و اینا گفتن بله ما بودیم. موارد زیادی از روایات فضائل. خب حالا ما بودیم دیگه، اقلش اینه که این من کنتم مولا و شبای پیش عرض کردیم، اقلش اینه که پس دیگه نباید شمشیر بر روی من بکشید دیگه. بله. اقلش اینه دیگه، پس میدونید و عمل نمی‌کنید. یه نکته مهم من اینجا بگم، چون میخوام از فضائل امیرالمومنین از زبان خودش بگم، اینو زیاد مطرح میکنن که آقا امیرالمومنین میفرمود که از من تعریف نکنید. دیدید دیگه، مثلا میگه امیرون این عباراتو ببینید، خیلی از این سوء استفاده میشه، که حضرت فرمود فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره، اونجوری که با جبارها صحبت میکنید به شهروندان، وقتی من حاکم شدم با من اونجوری صحبت نکنید، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، مثل اون آدمهای خشن مستبدی که ازشون جرأت نمیکنن باشون حرف بزنن، جلو من اونجوری حرف نزنید، جلو من ظاهر سازی نکنید. میگن ببینید حضرت اجازه نمیداد از اون مده بشه. آقا خدا کنه که آدم یه چیزی رو نگیره و 10 تا چیز رو رها کنه. بله امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر یه نفر بیاد در حکومت او و به ایشون به عنوان اینکه حاکمه، رئیسه، به یه رئیس جمهور، به یه رئیس قوه قضاییه، به یه رئیس شهربانی، به یه کسی به عنوان ریاست دنیاییش بخواد سرخم کنه، این قطعاً حضرت اجازه نمیدن. و حضرت اجازه نمیده. فهمون چون اینجوری کما که یه جا خواستن جلو حضرت خمارات شدن دست حضرت رو ببوسند و این حضرت اجازه نداد. چرا؟ چون فرمودن چرا این کار میکنی؟ گفتن ما هر سلطانی بیاد این کار میکنی، حضرت نه نمیخوام. یعنی حضرت اگر بخوان به او به عنوان اینکه زورش زیاده، الان شاه حاکم اینا بخوان مثلا احترام بزن، اینو قبول نداره. اما در حضور حضرت فراوان یارانشون ایشونو مدح کردن، امثال زید ابن سوهان و عمار و مالک و اینا. دو، حضرت خودشون از خودشون سخن گفتن فراوان، منتها حضرت از حاکمیت خودشون که دفاع نکرد، از اون مقام معنوی، اون مقام معنوی رو اگر عمار و دیگران بگن امیرالمومنین تشکرم میکنه، یعنی مقام ولایتشون، مقام دینی او ایشون رو. کما اینکه امروز بلا تشبیه با حد پایین‌تر مردم محضر عالی برسن، محضر مرجعی برسن، عرض ادب کنن، به عنوان اینکه پولدارترین رئیس قبیله نه، اما به عنوان اینکه ایشون علم دین به ما داره یاد میده، این محبت و این احترام دینیه. اون وجهه آیت اللهیش مثلا، وجهه معنوی دینیش. بله. لذا امیرالمومنین اجازه میداد در حضورش یارانش ایشون رو مدح کنن و خودش هم از اونا تشکر میکرد، اجازه میداد، و بعد خود حضرت هم خودش رو مدح میکرد که الان میخونم براتون. و بعد اونجایی که مناشده بود میفرمود فلانی بلند شو، تو یادته یا نه؟ بعضیا مثلا میگفتن ما قدیر یادمون نیست، حضرت نفرینشون میکرد. یعنی هم خودش رو مدح میکرد،
هم اگه کسی انکار میکرد به دروغ نفرین میکرد. حالا مثلا چه چیزایی حضرت میفرمود؟ داخل پرانتز، یعنی اگر امیرالمؤمنین نگران بود، نگران وضعیت جامعه و سیر جامعه بود، به خاطر اینکه حرف رسول خدا و اینها زمین افتاد. جامعه چرا وضعش خرابه؟ برای اینکه از حقیقت نبوت و استمرارش جا موندن که اینا بیچاره شدن. و اصلا حضرت در واقع کنتل المؤمنین ابن رحیم، ولی تلخه کار به جایی برسه که حدیث قدیر و مردم سال 10 هجری شنیدن، 25 سال بعد دوباره امیرالمومنین مجبور باشه یاداوری کنه، انگار یعنی یادشون رفت. یعنی نکاتش و دعوای حضرت و نگرانی حضرت سر جایگاه خودشون نبود و جایگاه شخصی نبوده، جایگاه شخصیت حقوقی بود. چرا؟ چون این شخصیت حقوقی پدر امت، هادی امت، لذا وقتی از امیرالمومنین انا الهادی انا المهتدی نمیخواد خودش تعریف کنه. اصلا جایگاه حضرت با دیگران قابل قیاس نیست. اون سیری بوده که نبی مکرم اسلام ترسیم کردن و جامعه به اون سمت نرفته، و چون جامعه به اون سمت نرفته و حضرت میبینه کسی نیست بیاد دفاع کنه، تلخی و غربت اینجاست. خودش مجبوره. خودش فرمود به خدا سوگند، پیغمبر به من فرمود دشمنان تو منافقن، با من دشمنی نکنید بیچاره میشید. و این تلخه. یکیشو در فردا شب که شب شهادت ترس خواهیم کرد. و یه مورد خیلی مورد عجیبیه، بذارید این اول بگم. خیلی جگرم سوخ وقتی داشتم می نوشتم، خدا شاهده. حضرت فرمود که کنتو فی ایام رسول الله که جزء من رسول الله، من زمان پیغمبر انگار جزئی از پیغمبر بودم. ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب فی افق السما. با پیغمبر که بودم، از کوچکتر که بود راه می رفت، حضرت می گفتن، مردم میگفتن این نور چشم خدیجه و رسول خداست. بزرگتر که شدم، همه این افتخارات اسلامی به دست من شکل گرفت، مردم منو کنار پیغمبر میدیدن، منو جزئی از پیغمبر میدونستن، به من یه جوری نگاه میکردن انگار به یه ستاره دوردست نگاه میکنن، اینقدر مقام داشتن. دست نیافتنی بودن. دست نیافتنی که همیشه بوده، ولی مردم این دست نیافتنی بودن رو میدیدن و احترام میذاشتن، حداقل به احترام پیغمبر. بعد فرمود ثم قذت دهر منی، روزگار منو اینقدر پایین آورد و اینقدر به من ظلم شد که منو با چه کسانی همنشین کردن تا آخر سر تو حکمیت گفتن علی و پسر هند و نابغه، یعنی معاویه و امراض. به همینم راضی نشدن، لذا حضرت وقتی نامه به معاویه نوشتن، بعد از اینکه از خودشون وقتی از پیغمبر صحبت کردند و از حمزه سید الشهدا و جعفر، فرمودن که خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه، خدا نهی کرده، ولی چون این نامه قرار بود به دست دیگران هم برسه، نامه حکومتی بود، فرمود اگر میخواستم کلماتی میگفتم که برای دلهای مؤمنین آشنا بود، برای گوشهای شنوا آهنگ آشنا بود. بعد فرمود رها کنید کسی رو که تیر دنیا به او اصابت کرده. بعد فرمود فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا. آقا امیرالمومنین اینو به معاویه فرموده. یعنی ببین امیرالمومنین میخواست یه روزی فضائلشو برای شیعیانش سلمان ها بگه، چه میفرمود؟ فرمود که ما صنعت خداییم، دست برورده خداییم و مردم برای ما خلق شدن، یا به برکت ما خلق شدن یا به واسطه به فیض ما، خلاصه خداوند به اونها نظر کرده و چیزهای دیگه که حالا من هی تنازل میکنم. بله. که هر شارحی به این جمله امیرالمومنین رسیده، آقا سرش سود کشیده اصلا که اینجا چه فرموده امیرالمومنین. توجه باید کرد اینو امیرالمومنین به معاویه فرموده در یه نام عمومی، نه یه کلاس خصوصی برای سلمان، که شما ببینید شراح چه کرده. یکی از ویژگی های عجیب امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه، این سخنان رو میگفت، دیگران، من نمیتونم عباراتشون رو تکرار کنم، دیگران تکذیب میکردن حضرت. یعنی شما بریم ببینید در شرایطی که امیرالمومنین رو با دیگران مقارنه میکنن، حضرت باید برای اینکه گمراه نشن از خودش سخن بگه، و بعد تکذیب میکردن تو روی امیرالمومنین حضرت رو در همون مسجد، لذا عبارات عجیبی از حضرت رسیده. من خیلی هاشو تعجب میکنم. یه روز معاویه فرمود تو به من میگی به قرآن عمل کنم، در حالی که من حقیقت قرآنم و قرآن ناطقم.
چه بلایی سر جامعه آوردید که تو صورت شما نمیزنه با این حرف، و بعد میان به من میگن که به قرآن عمل کن جامعه. یعنی آقا اگر حق گفته نشه، پارسال هم عرض کردیم، اگر حق گفته نشه بهتانهایی مطرح میشه که اصلا اون کسی که غیور امته، بزرگترین فرد امته، کار به اینجا میرسه. لذا امیرالمومنین در یکی از خطبه هاشون اینجوری خودشون معرفی کرده. اینا در دوره خلافت ظاهری حضرت بودن. بله، من قربت حضرت بعد از خودشون رو نگفتم، یعنی این همش 20 سال 30 سال بعد از پیغمبره. حافظ خیلی از اصحاب هستن اینطور با امیرالمومنین صحبت میکنن. لذا یه روز امیرالمومنین در سخنرانیشون اینجوری فرمودن که ان الله تبارک و تعالی امتحن بی عباده، به واسطه من، به واسطه من بندگانشو امتحان کرد. قتل به یدی اضداده، دشمنانشو با دست من کشت. جعلنی زلفتن للمؤمنین، من رو مایه تقرب مؤمنین به خودش قرار داد. یعنی مؤمنین اگه دنبال خدا هستید باید سمت من بیایید تا شما رو برسونم. و حیاظ موتن علی الجبارین، من رو کانون کشدار جبارین قرار داد، لذا از من کینه به دل گرفتن. بعد فرمود زمان پیغمبر فضائل فراوانی فرمود. من یکی دوتش رو میخوام عرض کنم. خیلی ها ادعا میکردن که یا رسول الله ما موالی شماییم، یعنی شما رو مولا میدونیم و ما تابعیم، ما قبول داریم شما اولا بالمؤمنین من انفسهم هستیم. امیرالمؤمنین فرمود تا دیدن که اینها ادعا دارن میکنن که ما پیغمبر و مولا قبول داریم، دست من رو بالا برد. رافعا صوته، صداشو بلند کرد، همه اهل جمع بشنون در موقع قدیر. فرمود من کنت مولا و فعلیون مولا، اگه واقعا قبول دارید من مولای شما هستم، فعلیون مولا، او هم مولای شماست. لذا حضرت فرمود که چون فرصت نیست من آخرش رو عرض کنم که قربت حضرت نزدیکه، فرمود فانا ذکر الذی عنه ضل، منم اون ذکری که از او گمراه شدن، منم اون راهی که از او منحرف شدن، منم اون ایمانی که به او کافر شدن، منم اون قرآنی که مهجور شد. قرآن که مهجور شد من بودم که حقیقتش بود، وگرنه قرآن که زیاد میخوندن ولی با هم قرآنی که میخوندن به سمت منی که حقیقت قرآن بودم تیر مینداختن. و بعد آخر سر حضرت فرمود که اون دینی که تکذیب شد و اون صراطی که از اون سقوط کردن و نتونستن با اون همراه بشن من هستم. یه جمله دیگه عرض کنم، عذر میخوام شما رو گرفتم، مهمه. حضرت فرمود من الان میگم شما تکذیب میکنید، این رو بدونید سران دشمنان با من رو قیامت خواهید دید، اینا همدیگر رو لعن میکنن، میبینن چجور بیچاره شدن. شما خواهید دید روز قیامت فریاد میزنن اینها همدیگر رو لعن و نفرین میکنن، چرا با علی دشمنی کردیم، ولی من امروز باهاتون صحبت میکنم رو بر میگردونید. بسیار خیلی ازتون ممنونم حاجی کاشانی. بعد دعای سحر رو بشنویم انشالله، اگه بشه فردا شب زودتر بحثمون با آقای کاشانی شروع خواهیم کرد و انشالله مفصل تر خدمتشون باشیم. به حول و قوه الهی دعای سحر رو بشنوید، ما رو هم دعا بکنید. بفرمایید. متشکرم ازتون. سلامت. اللهم اني
غزل جم جمال جبج ملک و کل جمال جم جمیل اللهم انی ازعلک بجمال جم کل اللهم انی ازعلک من جلالك بأجل وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمهم فكن عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بالبرد نور چارده مظلومه و کل نور کنیر اللهم انی اسألک به نور کل اللهم انی اسألک من رحمتک به اوسعها و کل رحمتک به اوسعها اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كل اللهم إني أسألك اونا که قرآن خوندن میدونن کلمه یعنی چی اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها بكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمزاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استتلت بها على كل شيء بكل قدرتك مستتيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم
که کلم الله منی اسهل کم من قول کب ارزاهم و کل قول کرزی الله منی اسهل کب قول که کلم اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل إليك حبيبا بحبيبة الزهراء اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفك وكل شرفك شريك اللهم إني أسألك بشرفك كل اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومهم وكل سلطانك داعم اللهم إني أسألك بسلطانك كلهم اللهم إني أسألك من ملكك بأفخري وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كلهم اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كلهم اللهم إني أسألك من ملك بأقدم وكل ملك قديم اللهم إني أسألك بملك كلهم اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلهم اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك یعنی میگی قربونت برم قربونت تو خدا برم که هر کی میاد به سمت تو بغلش میکنی فعجبنی یا الله الهی الهی گفتم دیگه ماه رمضون داره تموم میشه گفت ماه رمضون تموم شدنی نیست این من و تو این که داریم تموم میشیم خدایا حظ و بهره من رو از این ماه زیاد کن دیشب شب قدر بود خیلی ها دیشب رو قدر دونستند و لیلة القدری شدند بیچاره من که غافلم و خواب عوضش شبهام سیاهه کمک کن که شبهام پر نور بشه و روشن به نور خودت سحر بیستم ماه من هم تمام شد التماس دعا و خداوند پشت و پناهت